بعد از ظهر 17 مهر ماه سال 1381، پسران ناصر محمدخانی ساعت 2 بعد از ظهر از مدرسه به در خانه رسیدند و هرچه در زدند جوابی نشنیدند. اونها با کلید وارد خانه شدند و با جسد بیجان مادر خودشون روبرو شدند. علی و عرفان چیزی که می‌دیدند رو باور نمی‌کردند و مادرشون لاله سحرخیزان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. خبر قتل همسر فوتبالیست معروف کشور خیلی زود به رسانه‌ها رسید و به تیتر خبری رسانه‌های کشور تبدیل شد. ناصر محمدخانی به همراه تیم پرسپولیس به اردوی آلمان رفته بود و یکی از همباشگاهی‌های او را صدا می‌کند و می‌گوید توان شنیدن خبر بد رو داری؟ همسرت امروز تصادف کرده و به بیمارستان رفته. ناصر محمدخانی هم فوراً با اولین پرواز عازم تهران می شود و در هواپیما از تیتر جراید روزنامه ها متوجه خبر می شود و به سرش می کوبد و می گوید بالاخره کار خودش رو کرد. در نهایت شهلا جاهد 41 ساله در 10 آذر سال 1389 در زندان اوین به جرم قتل همسر معشوقه خودش به دار آویخته شد و روی پرونده‌ای که 8 سال لحظه به لحظه‌اش برای صفحه حوادث روزنامه‌ها خبر داغ بود، مهر قرمز رنگ مخدومه خورد و برای همیشه باطل شد. به گیرنده هاتون دست نزنید و این برنامه از آژیر قرمز رو دنبال کنید. قبل از ادامه از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله بزنید. در این برنامه به یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران میپردازیم. پس تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. به دنبال قتل لاله سحرخیزان و به دلیل حساس بودن موضوع تحقیقات پلیس به سرعت شروع شد و ماموران مظنونانی را دستگیر کردند و تحت بازجویی قرار دادند. اما در این تحقیقات هیچ سرنخی به دست نیومد و مظنونان یکی پس از دیگری آزاد شدند تا اینکه سرانجام کلیدی ترین مظنون این جنایت دستگیر شد. زنی به نام خدیجه جاهد با نام مستعار شهلا که خیلی زود نام او بر سر زبان‌ها افتاد و تبدیل به رسوایی بزرگ فوتبالیست محبوب تیم ملی و پرسپولیس شد. شهلا عاشق فوتبال بود و فقط 13 سال داشت که عاشق ناصر محمدخانی شد. اما گفته که در تاریخ 27/3/1377 برای اولین بار به واسطه یکی از دوستانشون به نام حمید درخشان با ایشون آشنا شدم و شمارم رو دادم به حمید درخشان که به ایشون بدن و بعد از مدتی ایشون ساعت 5 صبح با من تماس گرفتند و همون روز با من قرار گذاشتند. دیدن همانا و ایشون خواستن که من باهاشون زندگی کنم. او بالاخره موفق شد به عنوان همسر صیغه‌ای با او زندگی کند. نزدیک 1 ماه از تحقیقات پلیس گذشته بود و پلیس همچنان تلاش خودش رو برای روشن شدن زوایای پنهان ادامه میداد تا اینکه مشخص شد در روز قتل زنی به نام شهلا جاهد از حساب ناصر محمدخانی چکی به مبلغ 1,000,000 تومان که در اون زمان رقم قابل توجهی بوده نقد کرده. عدم ارتباط فامیلی شهلا با ناصر و لاله سبب شک پلیس شد و او را دستگیر کردند تا شاید کلید حل این معما در دستان این زن باشد. بعد از بازجویی مشخص شد که شهلا همسر صیغه‌ای ناصر محمدخانی می باشد. بازجویی ها از شهلا شروع شد اما او 1 سال تمام اتهام قتل را انکار کرد. او از همون روز نخست مدعی بود که هیچ کس را نکشته و تنها جرمش این است که به تمام معنا عاشق ناصر است. در این مدت پلیس به سرنخ‌های زیادی دست پیدا کرد که به قاتل بودن شهلا قوت می‌بخشید. اول اینکه پلیس دفتر خاطرات شهلا رو پیدا کرد که در روز جنایت خط خوردگی‌هایی در دفترچه وجود داشت. این تنها قلم خوردگی‌هایی در دفتر خاطرات بود که به نظر می‌رسید حاکی از ذهن مخدوش او در آن روز به خصوص بوده. دوم اینکه در اون نوشته شده که بارها به همراه ناصر به خانه او رفته و از خانه او چیزهایی رو دزدیده و چرخ خیاطی لاله رو شکسته. که این مسئله نشان از حسادت او به زندگی لاله داشت. سوالی که مطرح بود این بود که اگر شهلا قاتل است چطور در نبود ناصر محمدخانی وارد خانه شده؟ طبق تحقیقات پلیس لاله هنگامی که در خواب بوده از سوی قاتل غافلگیر شده و از طرفی او در را به روی افراد غریبه باز نمی کرد. این یعنی قاتل یا قاتلان از قبل در خانه حضور داشتند. اما مدتی بعد ناصر محمدخانی از این راز پرده برداشت و گفت که کلید یدکی به شهلا داده بود. اما مهر ماه سال 82 بود که شهلا پرده از راز قتل خود برداشت. این در حالی بود که پلیس قبل از اون ناصر محمدخانی رو بازداشت کرده بود.
و چند روزی در بازداشت پلیس به سر می‌برد و هنگامی که شهلا در بازداشتگاه ناصر رو به تنهایی ملاقات کرد، طی صحبت‌های نامعلومی که بین این دو رد و بدل شد، قتل رو به گردن گرفت. اما همین موضوعات برای قاضی پرونده ابهاماتی رو ایجاد کرد که گویا هیچ وقت برطرف نشد. هیچ کس نمی‌داند که زیر باران بین شهلا و ناصر چه گذشت. اما موضوعی که مهم بود این است که بعدها شهلا درباره آن دیدار مدعی شد که ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالگرد لاله است و اگر تو قتل رو گردن نگیری اونها من رو بازداشت میکنن. با وجود این ادعا و انکار قتل، آن ملاقات کوتاه پروندهش رو در مسیر قرار داد که پایانش چوبه دار بود. ماموران پلیس به همراه شهلا به سرعت مقدمات بازسازی صحنه جنایت رو بازسازی کردند و شهلا به شرح ماجرا پرداخت تا هیچ شکی در خصوص اینکه خود او این قتل رو مرتکب شده باقی نماند. او اینطور توضیح داد که از روز قبل از جنایت با کلید یدکی که داشتم وارد خانه شدم. او و بچه‌هایش در خانه نبودند، اما ساعتی بعد به همراه مهمانشان که یک زن جوان بود وارد خانه شدند. من در پستوی خانه پشت پرده پنهان شدم و موبایل خودم را خاموش کردم. تا صبح همانجا ماندم و صبح با روشن شدن هوا ابتدا مهمان لاله و بعد بچه‌ها برای رفتن به مدرسه خانه را ترک کردند و من از مخفیگاه هم بیرون اومدم. بعد از رفتن بچه‌ها لاله روی تختش دراز کشید و وقتی مطمئن شدم که خوابش برده، چوب بیسبال و چاقویی را از توی آشپزخانه برداشتم و خودم را بالای سرش رسوندم. من با انگیزه قتل وارد خونه اونها نشده بودم، اما وقتی دیدم کسی در خانه نیست و لاله هم خوابش برده، نقشه جنایت به ذهنم رسید. این بود که بالای سرش رفتم و با ضربات چوب بیسبال و چاقو او رو به قتل رسوندم. او این جزئیات رو مو به مو تعریف کرد، حتی مواردی که از چشم پلیس دور مانده بود، مثل لکه خونی که روی تشک به جا مانده بود و به خاطر اینکه شهلا تشک رو برعکس کرده بود، یک سال از چشم پلیس مخفی مانده بود. همه چیز برای متهم کردن او برای قاضی پرونده فراهم بود. با اینکه شهلا در هنگام بازسازی صحنه فریاد می‌زد که من لاله رو کشتم، اما بعد از اون دیگر هیچگاه این جمله رو تکرار نکرد و مدعی شد که همه اونها رو به دروغ و زیر فشار روحی اقرار کرده. اما در بین اظهارات او موارد زد و نقیزی هم وجود داشت که برای همیشه مثل یک راز باقی ماند. به عنوان مثال تعداد ضربات چاقو و نحوه ضربات به جسد و عدم پارگی لباس مقتول در هنگام کشف جسد و کشف دو ته سیگار در محل وقوع جنایت که توسط اداره تشخیص هویت جمع‌آوری نشده بود تا برای انجام آزمایشات یا موارد دیگر آزمایشگاهی ارسال شود. مسئله دیگر گاوصندوق و کشف نشدن جواهرات و تلاجات بود و از همه مهمتر عدم کشف آلت قتاله چاقو بود. و حتی مهمتر از همه اینها بحث حک حرمت جنسی به مقتول قبل از مرگ او که بعدها توسط وکیل شهلا طی آزمایشات مختلف مطرح شد. اما نکته دیگر این پازل که از دید جراید و شواهد دور باقی مانده بود، صحبت‌های خود شهلا راجع به دست داشتن عده‌ای دیگر در این جنایت بود. او در مصاحبه‌ای گفت که من هنوز در ناباوری هستم، اما کار ابلیس بود. در دادگاه هم به قاضی گفت که من کشتم. باز هم میگم که من کشتم. یک جونی رو از بین بردم، اما بچه خودم و ناصر رو. قسم هم میخورم که من کشتم. بله بنده قاتل هستم، اما قاتل چه کسی؟ اما لاله سرخیزان رو من نکشتم. او در دادگاه آخرش هم دوباره به قاضی گفت که از من خواسته شد که به اونجا برم. وقتی رفتم به بهانه پرسیدن اینکه آیا اینجا آرایشگاه هست به داخل رفتم و دیدم که در بازه و جنازه روی زمین افتاده. دستم هم خونی شد، اما من نکشتم. من جنازه رو دیدم و ترسیدم و فرار کردم. او در جواب سوال قاضی که پرسید چه کسی از شما خواست، گفت الان بهتون میگم و کم کم با اوج گرفتن و فریاد و گریه کردن سعی در تفره رفتن جواب دادن و جریحه دار کردن اذهان عمومی کرد. مورد مشکوک بعدی استفاده از ضربات چوب بیسبال و چاقو بود که چرا باید یک نفر با دو آلت قتاله اقدام به کشتن کسی بکنه؟ و در تحقیقات هم عده‌ای تشخیص دادند که ضربات چاقو کار یک زن نبوده. فیلم‌های موجود نشان می‌دهد شهلا در نخستین جلسات دادگاه با فن بیان قوی و اعتماد به نفسی مثال زدنی حتی قاضی را می‌خنداند و در بعضی موارد او را وادار به پاسخگویی می‌کند. خرمشاهی وکیل او با وجود شناختی که از شهلا دارد، با لحنی مردد که نشان از شخصیت پیچیده شهلا دارد، در این باره می‌گوید شاید اعتماد به نفس شهلا به این دلیل بود که او مطمئن بود که قاتل نیست. شاید رازهایی داشت که هرگز افشا نکرد و شاید هم خودش را قربانی عشق به ناصر می‌دونست. به مدت 8 سال با وجود انکار این زن و تلاش وکیل مدافع او، حکم قصاص او بارها نقض و تایید شد. بیش از 31 قاضی پرونده او را بررسی کردند. از مجموع این قضات تنها 7 نفر او را بیگناه اعلام کردند و بقیه رأی به گناهکار بودن او دادند.
تا اینکه سرانجام این پرونده 3500 صفحه‌ای در اختیار قاضی حسین پور قرار گرفت و بعد از جلساتی که در زمستان سال 87 برگزار کرد، حکم قصاص رو کاملا موجه دانست و این حکم در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت. نهایتاً این پرونده برای صدور رأی نهایی با آیت الله لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه ارسال شد و همه منتظر جواب قطعی بودند. در این مدت شهلا نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و در اون از بلا تکلیفی خودش در زندان گفت. او در این نامه از آقای لاریجانی خواسته بود که اگر گناهکار است به دار مجازات آویخته شود و اگر بیگناه است آزاد شود. در نهایت با موافقت رئیس قوه قضاییه با اجرای حکم این پرونده در اختیار شعبه اجرای احکام قرار گرفت و سرانجام شهلا جاهد در بامداد 10 آذر سال 1389 در زندان اوین به دار آویخته شد. در پرونده شهلا ابهامات زیادی وجود داشت. در همون ابتدا صحنه جرم از بین رفت و آثار جرم پاکسازی شد. گفته شده دلایلی که نشان میداد شهلا جاهد بیگناه است توسط عده‌ای مامورین لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی معاون اداره آگاهی تهران از بین رفت. از این دلایل میشه به این موارد اشاره کرد. مورد اول، آثار ضربات سطحی چاقو روی پای لاله که به نظر قاضی وقت نشان از شکنجه لاله رو داشته و از اونجا که آثار بسته شدن طناب روی دست و پای مقتول نبود، میتوان نتیجه گرفت که قاتل بیش از یک نفر بوده. شماره 2، شب جنایت یکی از پسران لاله به قاضی جنایی گفت که بین مادرش و خانواده پدرش خصوصا برادر ناصر اختلاف شدیدی وجود داشت. شماره 3، تعداد ضربات چاقو رو که بیش از 36 مورد بود رو دلیلی برای اون میدونن که یک زن نمیتونسته چنین ضرباتی رو وارد کرده باشه. شماره 4، یکی دیگر از موارد ایراد محل پنهان شدن شهلا که جای کوچکی در کنار شوفاژ بود که برخی میگفتند که یک زن و حتی یک بچه نمیتواند 14 ساعت در جای به آن کوچکی پنهان شود. شماره 5، در نظریه اول معاینه جسد نظریه‌ای بوده که یکی از دادرسان جنایی برای اثبات بیگناهی شهلا بر اون تاکید داشته و اون وجود آثاری در جسد بود که نشان میداد مردی در صحنه قتل حضور داشته است، چرا که قبل از مرگ به لاله تعرض شده بود. مورد بعدی، نامه دادرس پرونده در خصوص وجود فیلتر سوخته سیگار در دو نقطه خانه و سیگاری نبودن شهلا رو حاکی از این میداند که قاتل بیش از یک نفر بوده. با تمام این اوصاف به نظر شما آیا شهلا جاهد قاتل این پرونده بوده یا فردی بیگناه که به دار آویخته شد؟ لطفا نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید و اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.